فصل 11. ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم. از راه ایمان بود که مردم در ایام گذشته مقبول خدا شدند. از راه ایمان ما پی می‌بریم که کائنات چگونه با کلام خدا خلقت یافت، به طوری که آنچه دیدنی است از آنچه نادیدنی است به وجود آمد. و ایمان باعث شد که قربانی حابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا کاملا نیک محسوب شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود و اگرچه او مرده است ولی هنوز به وسیله ایمان خود با ما سخن میگوید. از راه ایمان خنوخ بدون چشیدن طعم مرگ به حیات دیگر انتقال یافت، اثری از او یافت نشد زیرا خدا او را برده بود. چون پیش از آن که به حیات دیگر انتقال یابد، کلام خدا درباره او شهادت داده گفته بود که او خدا را خشنود کرده است. و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد، زیرا هر کس که به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. وقتی نوح اخطارهای خدا را درباره امور آینده که هنوز نتوانسته بود ببیند شنید، از روی ایمان از خدا اطاعت کرد و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت. به این وسیله جهان را محکوم ساخت و نیکی مطلق را که از راه ایمان حاصل می شود به دست آورد. ایمان باعث شد که وقتی ابراهیم دستور خدا را دایر بر این که باید به سرزمینی برود که قرار بود بعدها مالک آن بشود شنید، اطاعت کرد و بدون آنکه بداند کجا می رود حرکت کرد. او از روی ایمان مثل یک بیگانه در سرزمینی که خدا به او وعده داده بود سرگردان شد و با اسحاق و یعقوب که در آن وعده با او شریک بودند در چادر زندگی کرد. ابراهیم چنین کرد چون در انتظار شهری بود با بنیاد استوار که معمار و سازندهش خداست. از روی ایمان ساره با وجود اینکه از سن باروری گذشته بود قدرت تولید نسل یافت، زیرا مطمئن بود که خدا به قول خود وفا می کند و به این سبب از یک مرد، آن هم مردی تقریبا مرده، نسلهای بیشمار مثل ستارگان آسمان و یا شنهای ساحل دریا پدید آمد. تمام این اشخاص در ایمان مردند بدون اینکه صاحب برکات موعود شوند، اما انجام وعده ها را از دور دیده و با شادی در انتظار آنها بودند و به این حقیقت شهادت دادند که در این جهان غریب و بیگانه اند. آنها که خود را غریب و بیگانه می دانند صریحا نشان می دهند که هنوز به دنبال وطنی برای خود می گردند. اگر آنها هنوز برای زمینی که ترک کرده بودند دلتنگ می بودند، فرصت کافی داشتند که با آنجا مراجعت کنند. اما در عوض می بینیم که آنها مشتاق مملکتی بهتر، یعنی مملکتی آسمانی هستند. به این جهت خدا آر ندارد که خدای آنان خوانده شود، زیرا شهری برای آنان آماده کرده است. از روی ایمان ابراهیم در وقت آزمایش، اسحاق را به عنوان قربانی به خدا تقدیم نمود. آری، این مرد که وعده‌های خدا را پذیرفته بود، حاضر شد یگان فرزند خود را به خدا تقدیم نماید. با اینکه خدا به او گفته بود نسل او از اسحاق خواهد بود، ابراهیم خاطر جمع بود که خدا قادر است اسحاق را حتی پس از مرگ زنده گرداند. به عبارت دیگر، او را به صورت نمونه‌ای از مردگان باز یافت. ایمان باعث شد که اسحاق، یعقوب و عیسی را برکت دهد و از امور آینده سخن گوید. ایمان باعث شد که یعقوب وقتی مشرف به موت بود، هر دو فرزند یوسف را برکت دهد و در حالی که بر عصای خود تکیه زده بود، خدا را عبادت نماید. از راه ایمان یوسف در پایان عمر خیش درباره رفتن اسرائیل از مصر سخن گفت و به آنان دستور داد با استخوان‌های او چه کنند.
وقتی موسی متولد شد و والدینش دیدند که او کودک زیبایی بود، آنها از روی ایمان او را مدت 3 ماه در منزل پنهان کردند و از نافرمانی از دستور پادشاه نترسیدند. ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید، از مقام و لقب پسر دختر فرعون بودن صرف نظر نموده آن را رد کند و تحمل سختی ها با قوم خدا را به لذت‌های زودگذر گناه ترجیح دهد. ننگ و خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم‌تر از گنج‌های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود. ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد، زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلوی چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود. به وسیله ایمان موسی فسح را برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشته مرگ نخست زادگان اسرائیل را نکشد. از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کرد، چنان که گویی از زمین خوش می‌گذرد. اما وقتی مصریان سعی کردند از آن بگذرند، غرق شدند. ایمان باعث شد که دیوارهای شهر اریها پس از آنکه قوم اسرائیل 7 روز دور آن رژه رفتن فرو ریزد. ایمان باعث شد که راهها به فاحشه برخلاف افراد سرکشی که کشته شدند جان سالم به در برد، زیرا او از جاسوسان با صلح و سلامتی استقبال نمود. دیگر چه بگویم؟ وقت کافی ندارم که داستانهای جدعون، باراق، سامسون، یفتاح، داوود و سموئیل و پیامبران را نقل کنم. از راه ایمان آنها سلطنت‌ها را برانداختند و عدل و داد را برقرار ساختند و آنچه را که خدا به آنها وعده داده بود به دست آوردند. آنها دهان شیران را بستند، آتش سوزان را خاموش کردند، از دم شمشیر رهایی یافتند، در عین ضعف و ناتوانی قدرت یافتند، در جنگ شجاع گشتند و لشکریان دشمن را تار و مار نمودند. زنان مردگان خود را زنده یافتند، دیگران تا سرحد مرگ شکنجه دیدند و آزادی را نپذیرفتند تا سرانجام به حیاتی بهتر نایل شوند. دیگران با سختی‌های بسیار مانند استهزاها، تازیانه‌ها و حتی زنجیر و حبس آزموده شدند. سنگسار گردیدند و با اره دو پاره گشتند و با شمشیر کشته شدند. آنها ملبس به پوست گوسفند و بز، آواره و سرگردان بودند و متحمل فقر و تنگ دستی و ظلم و جور می شدند. جهان لیاقت آنها را نداشت. آنها در بیابانها و کوهستانها آواره بودند و در غارها و سوراخهای زمین پنهان می شدند. با اینکه آنها همه به خاطر ایمانشان مشهور شدند، ولی وعده های خدا برای هیچ یک از آنها کاملا انجام نیافته بود، زیرا خدا برای ما نقشه بهتری داشت و آن اینکه آنها بدون ما به کمال نرسند.